وقت شما عزیزان به خیر و شادی باشه هر کجای جهان که هستید. همه والدین این تجربه رو داشتن که وقتی صبحگاهان کودکانشون از خواب بیدار شدن، اون شادی اونها، اون صورت در از بشاش اونها، یک رضایتی رو در چهره اونها دیدن نسبت به اینکه اونها دارن اعلام میکنن که ما شما رو دوست داریم، ما به یاد میآوریم محبت‌های شما رو، ما به یاد میاریم دلسوزی‌های شما پدر و مادر رو، و ما نیز خوشحال هستیم از چیزهایی که در اطرافمون داریم. و همین نیز دلیلی دوباره شده که والدین بیشتر از گذشته اونها رو محبت کنن، در آغوش بگیرن، میبوسنشون و لذت میبرن از رضایتی که کودکان دارن. حالا چقدر بیشتر خدا، وقتی که من و شما به عنوان فرزندان خدا صبحان بیدار میشیم و اجازه میدیم که در اصل در قلمروی وقت اولیه‌مون در حضور خدا باشیم، یعنی نوبر وقتمون رو به خدا میدیم، در اصل به خدا اعلام میکنیم که خداوند رو به یاد میاریم، محبت‌های تو رو به یاد میاریم که تو چقدر ما رو دوست داری، به یاد میاریم که خداوند اون زمانی که ما در سختی‌ها و مشکلات بودیم این تو بودی که دست‌های ما رو گرفتی، و حالا خدا چقدر بیشتر از والدین میخواد ما رو محبت کنه، میخواد اون نیز اعلام کنه که عاشق ما هستش، میخواد اعلام کنه که ما رو دوست داره و هرگز ما رو رها نخواهد کرد، و اون روز روزی خواهد بود برای ما پر از امید و قوت که نه از اندیشه انسان، نه با افکار بیهوده انسان، بلکه حقیقتاً به قوت روح القدس روز ما بنا خواهد شد، همان گونه که در مزمور 29 یک تا دو رو براتون میخونم که نویسنده این گونه اعلام میکنه. داوود پادشاه اعلام میکنه ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنیم، یعنی شایستگی خدا رو، محبت خدا رو، عشق خدا رو اعلام کن به خداوند که در طول ایام چقدر تو رو محبت کرده، طبیعت زیبایی که آفریده، عزیزانی که کنار تو هستن، والدین، فرزندان، دوستانت، برای اونها نیز شکرگزار باش، چرا که خداوند این فیض و برکت رو ما داده که عزیزانی رو کنار خودمون داشته باشیم، حتی موقعیت‌های مانند کار، سرزمینی که خداوند به ما داده. ای فرزندان خدا، خداوند را توصیف کنید، جلال و قوت را برای خداوند توصیف نمایید. پس باز اعلام میکنه خداوند را به جلال اسم او تمجید نمایید. امروز ما میدونیم که جلال خداوند به نام او، به اسم او، خداوند ما عیسی مسیح هست که میتوانیم شکرگزاری رو به حضور خدا بریم در نام عیسی مسیح و اعلام کنیم که حقیقتا خدا محبت هست، خدا پدر ما هست، خدا ما رو دوست داره. خداوند را به جلال اسم او تمجید نمایید، خداوند را در زینت قدوسیت سجده کنیم، چرا که ما فرزندان خدا هستیم. ما میدانیم که ذات خدا محبت است، خدا قدوس است، خدا عادل هستش، پس با یک احترام خاصی، با عشقی خاص نیز به حضور خداوند میریم. داوود پادشاه در انتهای این مزمور آیه 11 نیز اعلام میکنه خداوند قوم خود را قوت خواهد بخشید. امروز من و شما هموطن عزیزم که مسیح ایمان آوردیم، به توسط روح القدس، نه فقط جملات زیبایی که حتما خوب هسته، شما رو تلگرام میبینید، روی فیسبوک میبینید، روی کتاب میخونید، شخص سخنوری به شما میگه، بلکه به توسط روح القدس ما قوت خواهیم گرفت. جملات بسیار خوب هست، تأثیرش موقتی هست، اما روح القدس تأثیرش ابدی هست در کسانی که به او ایمان دارم. باز یه بار دیگه اعلام میکنم خداوند قوم خود را قوت خواهد بخشید، خداوند قوم خود را به سلامتی مبارک خواهد خواند. به سلامتی، میدونیم که سلامتی از روح خدا میاد که تسلی بخش هست، ما را آروم میکنه و این قوت و این شادمانی رو به ما میده که برای روزی که درش هستیم بدونیم که در اون روز پیروز هستیم، چرا که پیروزی ما از فیض و رحمت خداوند میتواند باشد.